الآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مسلمان محترم درس امروز ما شما درباره مسئولیت جوانان و در قبال پیروی از سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وقت اختیار همسر و در مراسم عروسی و دیگر مراسمی که مربوط به ازدواجشان میشن یکی از موضوعاتی که بسیار مهم است برای جوانای ما اوی است که هر جوان مسلمان و هر پدر مسلمان و هر برادر مسلمان وقتی درباره مسئله ازدواج فکر میکنن اینا باید بدانن که عمل انسان و حرکت انسان وقت مورد قبول خداوند قرار می گیرن و وقت در کار انسان برکت انداخته می شه وقتی که خود یک مسلمان این عمل خدا مطابق طریقه حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بسازه بنابراین در درس امروزی ما و شما میبینیم که خداوند متعال جل جلاله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این قسمت راهنمایی هایی داره که هر جوان باید ایره بفهمه تا در اختیار همسر خود و در زندگی بعد از عروسی خود بر از او برنامه درست و اسلامی داشته باشه اول آیت شریف است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظیم سوره روم آیت 121 آیت 21 علامات قدرت خداوند متعال جل جلاله یکی هم ای است که ان خلق لکم من انفسکم ازواجا که خداوند خلق کرده از نفس شما یعنی ازواج شما را هم از جنس خودتان پیدا کرده لتسکنوا الیها تا در کنار آنان بیارامید و جعل بینکم مودتا و رحمه و خداوند متعال گردانیده در بین شما مهر و محبت را این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون در این علامت های است از قدرت خداوند برای کسانی که فکر میکنند بنابراین خداوند متعال جل جلاله برای انسان ها مرد باشه یا زن باشه همسر از اینها را از جنس خودشان اختیار کرده و اساس و بنای زندگی شریکی را به اساس مودت و رحمت به اساس محبت و صمیمیت گذاشته که همیشه خانم با شوهر خود و شوهر با خانم خود با احترام دوستی و محبت زندگی بکنن خب آل جوانای مسلمان ما که همیشه علاقمند ازی هستن که در هر چیز حکم خداوند است در خود تطبیق بکنن اینجا هم فکر میکنه که من در وقت اختیار همسر خود چی باید بکنم و ارشادات دین در این قسمت چی هست اول ارشاد دین ای است که خداوند متعال جل جلاله میگه که الطیبات للطیبین
والخبیثات للخبیثین. از این آیت شریف آدم اتو درس میگیره که خداوند متعال میگه که زنهای پاک نصیب میشه برای مردهای پاک و مردهای پاک نصیب میشن برای زنهای پاک. پس اینجا اگر کس میخواه که در زندگی نصیب از این زن پاک شوند، همسرش پاک باشن، پس ای اول باید از خود شروع بکنه، یعنی خودش باید پاک باشه، چرا که حکم خداوند است. زناکار زنا نمیکنه در آیت شریف میگه، مگر زناکاره. انسان پاک نصیب انسان پاک میشن و انسان خبیث نصیب انسان خبیث میشه. کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. از این خاطر از مکافات عمل غافل مباش یا غافل مشو. گندم از گندم بروید، جو از جو. اینال وقتی که یک کس میخواهد که ما در آینده همسر پاک نصیب ما شود، ای آیت قرآن در نظر داشته باشه که الطیباتو للطیبین، پس زن پاک نصیب مرد پاک میشه. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. اینال بسیاری کسایی که میگه ما مثلا همسر پاک نمیافم، یک روز یک کسی اعتراض کرد گفت استاد در این شرایط در این زمانه ما از کجا بکنیم فامیل پاک، مادر و پدر متدین، و از کجا پیدا بکنیم اوت دختر پاک تا ما ازدواج بکنیم. ما گفتم برادر عزیز، این مشکل تو هست که کت مردم های پاک سر و کار نداری. اگر تو با انسان‌های پاک سر و کار می‌داشتی، به هزارا فامیل خوب متدین و با ایمان یافت میشن. ما در یک مجلس شب بودیم، پدر دختر برای پدر بچه میگه که از خدا بترس، اشک و آرزوی دختر من را در هتل نکنی که اونجا سازنده و رقاصه بیگپا باشه. پدر دختر بر پدر بچه میگن که از خدا بترس، این کار نکن، ما تقاضای ما پیش تو است. ای از چی میشه؟ انسان پاک است، دختر من اینه بر تنکا میتون به بچه تویانم از پیشت نمیگیرم، دیگه چیزارم برای تعیین نمیکنم، ولی از پیشت خواهش میکنم که در عروسی از منکرات و گناه ها و این چیزا اجتناب بکن. پس تو فامیلای پاک ما با چشم خود دیدیم هست، ولی الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. از این خاطر انسانی که پاک است، خدا نصیبش همسر پاک میکنه، و اگر خودش کثیف است، گناهکار است، بیدین است، پس او نصیبش اونموت انسان کثیف و گناهکار و خبیث بشه. از این خاطر انسان در اینجا باید اول از خود اصلاح بکنه. اگر انسان نمازخوان است، متدین است، ستر و حجاب خوش داره، تقوا را خوش داره، ایمان را خوش داره، حتما خداوند متعال جل جلاله نصیب از این اعمال انسان را میکنه که این خوش داره. انما الاعمال بالنیات، یعنی در اساس هر چیز، هر عمل انسان به اساس نیتش است و خداوند متعال مطابق نیت انسان برش میرسانه. خب اینال وقتی که ما اول درس ای است که نقطه اولی که اگر ما میخواییم که در آینده خود زندگی شرافتمندانه و اسلامی و با ایمان داشته باشیم، اول خود و فامیل خود باید در اصلاحش کار بکنیم، تا ای که خداوند نصیب ما فامیل دیگه را بکنه که اونا متدین و با ایمان هستن، و همسر را نصیب انسان بکنه که اونا متدین و با ایمان هستن. چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه از دنیا متاع، دنیا به منزله یک چیز زیبا و متاع هست که انسان از او لذت میبره، از او حظ میبره. یک دقیقه دنیا برای انسان هزارها سال مساوی به هزار سال آخرت است. یک دقیقه دنیا، چرا؟
وقتی که یک دفعه گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، هزار سال زندگی آخرت تو خوب میشن. یک نفر 70 سال در کفر است، بعد از 70 سال خداوند هدایتش میکنه، یک دفعه در این لحظه میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، و 70 ساله کفرش کم بشه و بالاخره خداوند زندگی ابدی. به این خاطر یک دقیقه دنیا قیمتای بسیار با ارزش است، اگر کس ارزشش را بفهمه. و خیر متاعها، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه این بسیار درس بزرگ است، و بهترین متاع دنیا، بهترین چیزی با ارزش دنیا چی است؟ المرأة الصالحة، زن با ایمان است، زن متدین است. چرا؟ مردی که زنش به حجاب است، به ایمان است، به نماز است، در هتل و در عروسی حجاب خود مراعات نمی کنه، کت مردای نامحرم دست می ته و کت مردای نامحرم اختلاط می کنه و ترا می شینه، این خود تنها خود به دوزخ نمی برن، پس شوهر خود هم کت خود به دوزخ می برن، پدر خود هم کت خود به دوزخ می برن، برادر خود هم کت خود به دوزخ می برن، و برادر و پسر خود هم کت خود به دوزخ می برن. از این خاطر بهترین متاعی که در دنیا، که این متاع و این چیز با ارزش دنیا که هست، اونمو چیز ارزشمند دنیا، زن نیکوکاری هست که شوهر خود از عذاب دوزخ، و سبب میشه که زن مسلمان، زن است که برای شوهر خود نصیحت میکنه که از خدا بترس، سون زنای نامحرم سن نکو، از خدا بترس، بخ جماعت بخوان سر صدا میکنه، از خدا بترس، ای گناه را نکو، از خدا بترس، ما کالا کار ندارم. زنای هست مسلمان، ما زنای مسلمان با تقوا داریم، دمی 2007 که برای شوهر خود میگه که از خدا بترس، اشکو برای ما از پیسه رشوت و حرام لباس نبریم، از خدا بترس، ما کچالو میخورم، برای ما گوشت و کباب و خوراک های زیاد از پیسه حلال نبیاد، حرام نبیاد. از این خاطر اتو زنهای متدین و با ایمان ما بسیار داریم. اینال وقتی که همسر انتخاب میکنیم، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه تون که حل مرعت لاربعین، مردم به نکاح میگیرن خانمای خدا غالبا برای 4 علت. این 4 علت است. لمال ها، بعضی ها اختیار میکنه همسر خدا به خاطر که همسرش پولدار است، که من از خانه از این پولدار ایره بگیرم، شاید یکان چیز از خسر خیلی برم.